أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا او یکون لکه بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول. در جریان تحدی به یک سوره گاهی ممکن است گفته شود به این که کلماتی در روایات هست در حد سوره مبارکه کوثر، این شاید بتواند مماثل اون سوره باشد، در حالی که خود این سوره آیه‌ای چندین معارف غیبی را به همراه دارد که دو حکم غیبی او جزء برجستگی های این سوره است. یکی اعلام به این که دین و نسل دیندار رسول اکرم میماند که میشه کوثر، و دیگر این که دشمن معاند اینها منقرض و منقطع خواهند بود این نشان اکه و الابتر. این گونه از اخبارهای غیبی از غیر خدا ساخته نیست، بنابراین این چنین نیست که انسان سه جمله پشت سر هم بگوید، بلکه این جمله ها به زیر سقاط خبر از بقای این دودمان، یک خبر از انقراض مخالفان آنها، دو و همه اینها جز اخبار غیبی است. در جریان قرب نوافل و قرب فرائض مستحضری که اینجا چون بحث تفسیری است نه بحث های علوم دیگر، اصطلاح قرب نوافل و قرب فرائض اینجا مطرح نشود. بعضی از سوالها که مثلا نماز قربان کل تقیست و نماز فریضه است تقرب می آورد، این معلوم می شود که فرسخ ها از این بحث دورند، برای اینکه اون قرب فرائضی که گفته می شود یه اصطلاح اهل معرفت است، یعنی انسان در سایه کارهای واجب اونقدر به خدا نزدیک می شود که مجاری ادراکی به تحریک خدا را در فصل سوم که وجه الله است به عهده می گیرد، می شود مظهر خدا، می شه لسان الله، می شه سمع الله، می شه بصر الله. وقتی او دید خدا دیده است، وقتی او شنید خدا شنیده است، وقتی او گفت خدا گفته است. اگر چیزی را او بگوید گفته خداست، اگر چیزی را او بشنود شنیده خداست. این نه به نحو حلول است، نه به نحو اتحاد است، نه به نحو تجسم است، بلکه به نحو مظهریت است و ماننده. در برابر قرب نوافلی که مرحوم کلهی نقل کرده با دو طرح روایتی که خونده شد، اولی خیلی معتبر نبود ولی روایت دوم، یعنی روایت هشت باب من از المسلمین و تقره ها، اون سندش هم صحیح بود و اون قرب نوافل است. قرب نوافل این است که شخص در اثر انجام مستحبات در کنار واجبات از مرحله محب بودن به محبوب بودن میرسد. اوائل محب خداست، بعد به جایی میرسد که محبوب خدا میشود.
برابر اون چی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است که این کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله، این مرحله انتقالی از محب به محبوب در مدار حبیب خدا حرکت کردن است. اگر کسی در مدار حبیب خدا که رسول گرامی است حرکت بکند، این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، زیرا وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله است. یک، کسی که حبیب محور است می تواند از مرحله محب بودن به محبوب بودن منتقل بشود. دو، روی این دو اصل این آیه تنظیم شده است که این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر کسی از محب بودن به محبوب بودن در اثر دوران مدار حبیب الله بالا آمد، میشه محبوب خدا. وقتی محبوب خدا شد، ذات اقدس اله در مقام ذات نه، در مقام صفات ذاتی که این ذات هست نه، در مقام فعل که وجه الله هست و ظهور الله هست که مقام امکان است نه مقام وجوب، مجاری ادراکی و تحریکی چنین سالک صالح را به عهده می گیرد. فرمود کنت لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر بها و سمعه الذی یسمع به و یده الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی به، همه اینها آمده، هم تو روایات شیعه است هم تو روایات سنی. این بهش میگن قرب نوافل. در این زمینه بیش از اون مقداری که فقهای ما و اصولیین ما درباره رفع عن امتی تست کار کردن یا درباره حدیث نقض کار کردن، این بزرگان اهل معرفت درباره این حدیث قرب نوافل کار کردن، رساله‌ها گفتن، نوشتن، کتاب‌ها نوشتن، درس ها دادن، محورشون همین حدیث شریف قرب نوافل است. اما قرب فرائض که در کلمات این بزرگان است، عبارت از آن است که در سایه قرب فرائض انسان اونقدر مقرب بشد تا مجاری ادراکی و تحریکی خدا در او ظهور کند، او بشود لسان الله، او بشود عین الله، او بشود سمع الله. این تو کلمات بزرگان هست ولی روایتی پیدا نشده بر این کار، چون دلیل عقلی نسبت به اینها نارساست. یعنی عقل امکانش ثابت میکند اما فعلیتش رو که وجود خارجی است به وسیله عقل ثابت نمیشود. اون چی که حرف اول را در این قسمت ها میزند نقل است، یعنی حدیث صحیح است که می تواند تثبیت کند انسان مقرب به این درجه می رسد. چرا؟ چرا اون چه که عقل می گوید این است که وقتی انسان در اثر اطاعت در سایه قرب فرائض به خدا نزدیک شد، ذات اقدس اله او پاداش می دهد، هم مقدار عقل می فهمد. اما پاداش روح و ریحان و نون و جمع اما این کار به المغربین فر روح و ریحان و جنت و نعیم رو باید نقل بگوید. اما اگر جز مغربین شد، این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغومون که یشهده المغربون، این رو باید نقل بگوید. عقل فقط می فهمد انسان در سایه تقرب به خدا به کمالاتی می رسد، به درجاتی می رسد، از مواهب الهی استفاده می کند، ذات اقدس اله به پاداش می دهد بمانندون. اما اون پاداش چیست؟ او رو دیگه عقل نمی فهمد. نه، عقل خلافش رو می گوید، می گوید عصمت شرط هست اما عصمت منحصر نیست، امامت که شرط نیست، نبوت که شرط نیست. این همه روایات رو ما حمل بکنیم بر 14 نفر، بقیه هیچ. در حالی که اون عبد صالح میگوید اصبحت و کأنی انظر الی عرش رحمان بارزا، ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر نقل مرحوم کلیلی
او رو تأیید کرده، تصدیق کرده، فرمود عبد نبر الله قلبه. مصداق و کاملش بعد اون چهارده نفر اسمت ممکنه شرط باشد ولی امامت شرط نیست. اسمت هم مراتبی دارد. اسمت منحصر در اون ذوات قدسی نیست، امامت منحصر در اونهاست، حجیت منحصر در اونهاست، حرف اونها، فعل اونها، تقریر اونها حجت است دون دیگران. اینا دارای سمت و رسالت و خلافت الهی هستند دون دیگران. اما دیگران جز مقربین نمی شوند، اسرار دیگران را نمی فهمند. این همه آیات روایات که دارد که منحصر بر اونها نیست. اگر کسی به مقام مقربی رسید، از باطن دیگران با خبر می شود، اعمال دیگران را می بیند، نامه اعمال دیگران را می بیند. اما این کار بر مقربین روح و ریحان می شود. کتاب ابرار در علیین است، یشهده المقربون، مقربون شاهدن. خیلی ها می فهمند که این آقا دیشب چجور نماز شب خونده، اینا رو مقربین هم می فهمند. اما اون مقام بالغه اسمت و حجیت الهی و امامت، این بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل نبوته و رسالته و خلافته و ولایته و امامته او باید معیم میکنه. خب بنابراین بله، برای اینکه ممکن است که این احتمال میدادن که ممکن است به اون نمازش آسیبی برسه، خونی بیاد و اون خون در نماز واجب معفوف نباشه، در نافله مستحب باشه. اسراری داره ما که نمیدونیم. این چه این نیست که وجود مبارک است امیر در نافله حضور قلبش بیش از فریضه بود، این طور نیست. این برای جریان عادی است که اگر یه وقتی حادثه پیش آمده تو نماز واجب نباشه. و اینها هم برابر علمشون هم فقه رو اداره نمی کنن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اینکه به استناد این دوتا آیه به صورت روشن و شفاف می فهمه بردم چه کارن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. که این سین تحقیق است، نه سین تصویف در برابر صوفه قرار بگیره. برای که الله یقینا الان میبیند، نه تنها میفهمد، رسول الله هم الان میبیند صلی الله علیه وسلم که ما چه میکنیم. همون قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. منتها این علم ملکوتی سند فقهی نیست. حضرت در محکمه قضایی فرمود انما با حضر، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. ما بنا نداریم بر اون علم ملکوتی عمل کنیم. او فوق آن است که سند فقهی باشه. اگر ما برابر اون علم عمل بکنیم که کسی شما خلاف نمی کنید، که ما می فهمیم که خلاف کرده، حق با کیه، که دروغ گفته، که تهمت زده، باید بگیریم و ببندیم و بزنیم و زندان کنیم که نمیشه. این مال قیامته. ما فقط یعنی فقط برابر ایمان و بیرات حکم کنیم. گاهی معجزه اقتضا میکند، حفظ دین اقتضا میکند که ما برابر اون علم غیبی عمل کنیم. وگرنه انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. بعدم صریحا اعلام کرد، فرمود حکم قاضی یک حجت ظاهری است، نه حکم الله الواقعی. اگر شما بین خود و خدایتون میدونید این مال مال شما نیست، ولی با قسم دروغ محکمه را به سمت خودتون کشوندید، یا با شاهد زور حکمی گرفتید، مبادا بگویید ما از محکمه پیغمبر این مال را گرفتیم، پیغمبر با دست خود این مال را به ما داد، این مال میشه حلال. خیر، اگر مالی را از محکمه من با شهادت زور یا با قسم دروغ گرفتید، فکأنما قطعة من النار، یه مقدار آتش دارید میبری. بنا نیست که ما برابر اون علم غیب عمل بکنیم. وجود مبارک هست امیر آل من آمدن که ضربت میخورد به شهید میشود حرکت کرده. وجود مبارک امام حسن اینطوره، وجود مبارک امام حسین اینطوره. اینطور نیست که اون علم ملکوتی عامل سند فقهی باشه.
اون وسوسه نیست، فعل اونها برای ما حجت است، با تو معیارهای عادی باشه، اینا وسوسه ما هستن، با تو معیارهای عادی باشه. با ملکوت اونا فقه را و اعمال عادی را اداره نمی کنن. تا کسی بگوید وقتی سید شهدا سلام الله علیه می دونست که شهید می شود چرا رفته، یا وجود بارک امام مجتبی وقتی می دونست این آب مسمومه چرا ملی کرده، یا وجود بارک است امیر می دونست شبی 19 هم ضربت می بیند چرا رفته. اون علم ملکوتی اینها گوشه ای از حرف هاست که در بین فقهای ما مثل افراد کاشف الغطا متوجهند. متاسفانه این کتاب غیب کشف الغطا هم جزء کتابهای مهجور حوزه است. این بزرگوار، این فقیه پهلو نامی، این هم این مطلب را ایشون هم دارد که این علم ملکوتی سند فقهی نیست. غرض آن است که اگر کسی خواست به قرب فرائض بار یابد، عقل میگوید به اینکه این به خدا نزدیک شد یقینا خدا پاداشی به او میدهد، کمالاتی به او عطا میکند، از مواهب الهی برخوردار است، اینا رو عقل میفهمه. اما چی میدهد رو عقل نمیفهمه. اون اهل معرفت اونا هم به استناد همین روایات گفتند. برخی ها ممکن است مشاهده کرده باشند، اونا اهل شهودن، مشاهده میکنن نظیر اون چرا که حارثه ابن زید ماله شروع کرده، گفت ان کعنی انظر الی عرش رحمان بارزا، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصدیق کرده. اما چی میدهن، کجا میدهن، چقدر میدهن رو باید دلیل نقلی معتبر بگه. دلیل نقلی معتبر ما که کتاب و روایات معتبر است، درباره قرآن ذات اقدس اله در سوره مبارکه القیامه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 16 به بعد فقط زبانت تکون نده، لا تحرک به لسانه، که اینجا جای تو نیست، اینجا من باید بگم تو باید گوش بدی، یک بفهمی، دو به مردمم برسونی، سه لا تحرک به لسانه که تعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه فی ازا قرأناه فتبع قرآنه. گاهی هم ممکن است اونا بفرمان ان لسان الله، چون که فرمودن مرحوم صدوق نقل کرده که بجد مبارک از تمیر فبود ان ید الله یا عین الله ان جنب الله و مانند اون، اما این ثابت نمی کند کجا جنب الله هست. این مثلث نگاه کنید، این بنده در همه شؤون بنده است، یک اون چرا که به او میرسد او فقط گیرنده است نه دهنده، خدای سبحان به او عطا میکند نه او میگیرد. دو، اعطای الهیم به نحو تفویض نیست، حدوثاً و بقاءاً در اختیار خداست. این سه، چی داد، چقدر داد، چی جور داد را او باید بگه. فقط اینجا زبانت تکون نده. تو حدیث قدسی یه مقدار اختیارات داری، تو روایات یه مقدار بیشتر اختیار داری، ولی در حرم امن قرآن هیچ اختیار نداری به نحو سالبه کلیه. معنا مال من، لفظ مال من، پیوند لفظ مال من، تو فقط باید گوش بدی و بفهمی و وحی رو بگیری و ضبط بکنی و هر مردم منتقل بکنی، در همه مراحل معصوم و امینی. برابر این قرب فرائضی که در کتابهای معرف اهل معرفت مطرح است او رو پیدا کنید اینترنت، وگرنه این همه روایات هست که خب فریضه باعث قرب دیگه. تمام اعمال عبادی را که مکلفین انجام میدن میگن قربتن الی الله. این از صلات و قربان و کل تقیه که مخصوص صلات نیست، این قربان تو زکات هم آمده که از زکات و قربان و کل تقیه و راست هم است. اینا تمثیل است و نه تعیین، یعنی هر عمل واجب عبادی قربان اوست. مایه القربان و مایه تقرب و به العبد من المولا، صوم قربان است، حج قربان است، قربانی روزه دهم قربان است، رمی جمره قربان است، حلق رأس قربان است، قربانی هم قربان است. اونتا حالا بعضی ها چون اهمیتی داشتن به قربانی، به قربان و قربانی نامیدن، وگرنه اون رمی جمره هم قربانی است، اون تسر تراشیدن هم قربانی است،
مگر کسی روز دهم بخواد حلق رأس کند یا مو رو کوتاه کند، نظیر اون جایی که گاهی میره آرایشگاه یا پیرایشگاه پیش سلمانی میره، اگر اون جور سرش کوتاه کنه که عملی او باطله. او همون جوری که نماز بخونه میگه دو رکعت نماز صبح بخونم قربتن الالله، سر رو هم باید اونجور حلق کنه. اگر نیت نکنه که باطل است، تقصیرش به نیت باطله، حلقش به نیت باطله، اون سر تراشیدن هم قربانی اوست، اون سنگ زدن هم قربانی اوست، چون یتقرب به العبد من المولا. پس قرب فرائدی گفتن یعنی حرفی که عرفا دارن، اون رو باید پیدا کرد. تو کلمات اینا نثرن و نظمن فراوان است، چه در عرب چه در عجم این کلمات فراوان است، چه در نثر چه در نظم این فراوان است، ولی عمده سند این مطلبه. اگر کسی این معنا را مشاهده کرد، طوبی له و حسن مآب. ما ایم و عقل و نقل، عقل به این مقام راه ندارد. دلیل عقلی فقط میگوید که اگر کسی متقرب الی الله شد حتما به کمال رسیده، ذات اقدس اله به او مواهبی دارد، درجاتی دارد، مراتبی به او افاضه می کند، اینا رو می فهمه. اما به او چی می دهد رو عقل نمی فهمه. نقلم که تا حال پیدا نشده. حالا فحصتون اگر هست به سراغ این ندید که در مستدرک در وسائل دارد که انسان با فریضه به خدا نزدیک بشه. اینا که حرف دم دستیه. اونه که این کتابهای اهل معرفت دارن، عرفا دارن، نظیر قرب نوافل این رو پیدا کنی. اگر پیدا کردی سعیتو مشکوک، تا الان هم سعی کردی سعیتو مشکوک. خب این اساره قرب فرائض، اونم اساره قرب نوافل که دو تا اصطلاح است. پاداش قرب دیگر، خود قرب، خود عقل میگوید وقتی عمل قربی را انسان صحیحاً انجام داد نزدیک شد به کمال محض. خودش کمال دیگه، قرب به کمال محض کمال دیگه. این هزار و یک اسم که در جوشن کبیر است، منشأ همه کمالات ذات اقدس الهه. انسان به این کمال، به علیم، به حکیم، به رفوف، به رؤوف، به باسط، به قابض، به شافی، به زار، همین کسی که به قرب رسیده، اینم یه حمد خونه یه مریض شفا پیدا میکنه، دیگران نه، چون این به هوش شافی نزدیک شده. چرا ما از نیکان التماس دعا داریم؟ میگیم شما یه حمد بخونید برای بخونیم، حمد خود ما میخونیم، ولی این به هوش شافی نزدیک شده. این که بگی الحمدلله روی اثر داره، خدا غریق رحمت کنه سیدن رسولات رو. از بعضی از مشایخ و بزرگانش نقل میکرد، کسانی بودن که مثلا پاشون درد میکرد، این هند میخود هم تو دست میکشید این درد از پا در میره. خب این دست یه دست دیگه است. اگر کسی به الله نزدیک شد، یعنی به اشافی نزدیک شد، به الرازق نزدیک شد، به القابض و الباسط نزدیک شد، خب دعایی و اثر داره، خواستی و اثر داره، اراده و اثر داره، قیام و قعود و اثر داره. این چنینه. خب قرب فرائضی که هست اینه، منتها چهار مطلب است که علاهده باید بحث بکنیم. اون مطالب چهارگانه اینه که در مسئله معرفت یه راهیست به عنوان برهان که شیر انسان از درون او میشناسه، که اگر ما خواستیم مثلا انسان را بشناسیم از جنس و فصلش بشناسیم، آب را خواستیم بشناسیم از ماده و صورتش بشناسیم، از گوهر هر شیعی را که بشناسیم بهترین راه است. این خب کمتر نصیب کسی می شود. گاهی از راه لوازم و اوصاف و آثار شیع را میشناسیم، اینم یه راهی است تا حدود قابل قبول. گاهی از راه زد این شیع را میشناسیم، یعنی وقتی الف ضد با بود، با ضد الف بود، یکی را که شناختیم دیگری را میشناسیم از باب تعرف الاشیاء و ازداده ها. این شناخت دیگه شناخت برهانی نیست، شناخت جدلی است. این گونه از شناخت ها تو کتاب های عقلی به عنوان شناخت جدلی مطرح است. تو روایات با هم هست. از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه سوال کردن که عاقل کیست؟
عقل چیست. وجود بارکه از تعبیر عقل را معرفی کرده. بعد عرض کردن که جاهل کیست؟ فرمود گفتم نه، عاقل رو معرفی کرده که عاقل کیست. بعد عرض کردن جاهل کیه؟ فرمود گفتم نه، یعنی یعرف الاشیاء بازدادها. در نهج البلاغه در کلمات حکیمان حضرت کلمات قصار شماره 235 این است: و قیل له علیه السلام سف لنا العاقل که العاقل من هو. فقال علیه السلام هو الذی یضع الشیء مواضعه. عاقل کسی که هر کار رو سر جا خودش انجام بده، نه تون نه کن نه افراد نه تفرید نه یمین نه یسار، الجمین و شمال مزلت در مسیر مستقیم. این معنی عاقل. فقیل له علیه السلام فسف لنا الجاهل. عرض کرده الجاهل من هو. فقال علیه السلام قد فعلت. گفتم نه. این گفتم نه از باب یعرف الاشیاء بازداده هاست. این یه معرفت جدلیه. این معرفت جدلی هم مستحضریه تو کتاب های منطقی، مقبول است در حد خودش. این یه مطلب. حالا ما این گونه از تقابل را بین قرب نوافل و قرب فرائض نداریم تا بگیم اینا ازشون ضد همان یعرف الاشیاء بازداده ها. وقتی در روایت صحیح کلینی قرب نوافل معنا شد، قرب فرائض هم از همین رو شناخته بشه، اینا که از اون سبب نیست که دوتا امر وجودی هن، دوتا کمال هن، دوتا راه هن، دوتا فضیلت هن، کاملا جدا. پس این راه یعرف الاشیاء بازداده ها اونجا نیست. اما اون مطالب چهارگانه در جریان قرب نوافل ما حدیث معتبر داریم و محور بحث خیلی هم قرار گرفت. ببینیم آیا همون طوری که انسان در سایه تقرب و محبوبیت به جایی میرسد که خداوند مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین میکند، لسان او و قلب او میشود، آیا او هم میتواند لسان خدا و بصر و سمع خدا بشود یا نه؟ این علاهده ثابت بکن. یکی ثابت شد، دیگری ثابت نشد. این دو. در امور چهارگانه که مونده، دو تا امر دیگه مونده. یکی در رذیلت است. در باره شیطان هم همین امر وارد شده. گاهی انسان در به همون اندازه که از خدا دور میشه به شیطان نزدیک میشه. اول دوست شیطان است، بعد شیطان دوست او. اول به ولایت شیطان سر سپرده است، بعد تحت ولایت شیطان است. وقتی به شیطان نزدیک شد، شیطان را به دل راه داد، به درون دل راه داد و محرم او را محرم اسرار خود کرد، این بعد از خدا قرب به شیطان را به همراه دارد، شبیه قرب نوافل معاذ الله که شیطان به او نزدیک می شود، او هم به شیطان نزدیک می شود، اونگاه او می شود لسان ابلیس، او می شود سمع ابلیس که کار را ابلیس انجام می دهد منتها با چشم و گوش او. این رو چند بار در طی بحث‌های تفسیری از کتاب شریف نهج البلاغه خوندیم. خطبه هفتم نهج البلاغه که اوائل نهج البلاغه هست، وجود مبارکه از تعمیر مذمت پیروی شیطان را در این خطبه کوتاه به طرح فرم می فرماد: این گروه منافق یا کافر یا شیطان دوست، اتخذوا شیطان لامرهم ملاکا. اینها ببینه هر چی که برای شیطان خوشایند است اینا میپذیره. و اتخذهم له اشراکا، شیطان هم اینها را دام خود قرار داد، تور خود قرار داد. اینها شیطان را ملاک امر قرار دادن، شیطان هم اینها را به دام کشید. بعد وقتی وارد درون دل اونها شد، فباز اول آشیانه کرد و لانه ساخت و زمینه را فراهم کرد،
بعد باز بیزه و تخم گذاری کرده در درون دل اینها. این تخم ها را بعد از نهادن و فرخه، فرخ و فرخ است جوجه که تو نصاب خوندید. این بیزه ها، این تخم ها را به صورت جوجه در آورده. فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه، این جوجه ها کم کم رافت دادن شدن دابه، کم کم فضای سینه را میدان بازی قرار دادن، تدرج دارن، دبیب دارن. این پرند، این حیواناتی که میگن دابه، برای اینکه نم نم از این حرکت ها شروع کرده تا به دویدن. این که ببینید انسان چه در نماز چه در غیر نماز از این خاطرات و وساوس تلخ مسون نیست، اینا صدای پای همین دابه هاست. فرونجا چون یه چیزی دیده، فرونجا چون حرفی زده، الان که موقع نماز دست و پاش بسته است، اینا فشار میارن. یه وقتی ببینید که داره میگه السلام علیکم ولی نفهمیده با کی سخن گفته. خب این بازه هست، این فرخه هست، این دبه هست، این درجه هست. فی حجورهم، بعد کم کم کل در دامن اینها اینا رشد میکنن. بعد فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، از این به بعد شیطان میخواد یه نامحرمه رو نگاه کنه، با چشمی نگاه میکنه. یه دروغی، یه تهمتی، یه افکی، یه تهمتی، یه بهتانی بزنه، به زبان اینا میزنه. اینا مثلا میشن لسان ابلیس، اینا میشن چشم ابلیس. اون بیان نورانی هست امیر که در پایان خطبه متقین دارد که کسی شنید و ساه سیحتن کاند نفسه و فیها، و یک فضولی بود اونجا اعتراض کرده، به حضرت عرض کرد اگر فرمودید ها کذا تصنع المواعظ، پس چرا در شما اثر نکرده؟ فبود نفث الشیطان فی روعک و لسانک، شیطان این حرف را دوان تو در آورده، تو شدی لسان ابلیس. خب اینگی شده لسان ابلیس. آیا ما در این قسمت سوم که دلیل پیدا کردیم که برخی ها به جای میرسن که میشن لسان ابلیس، آیا مشابه این درباره ابلیس هم دلیلی هست که ابلیس بشود لسان چنین شخصی؟ این سند میخواد. عقلا همه اینها ممکن است. یک، اونا که اهل شهودن اگر یه عده رو مشاهده کردن دلیل خاص برای خودشون. دو، خیلی از این بزرگانن ما نمیتوانیم اینا رو تکذیب بکنیم، نه برای ما حجتن. گفتن که ما بعضی ها رو میبینیم وقتی که حرف میزنن آتش از دهنشون در میاد. خب عقلا که ممکن است، ولی برای ما حجت نیست، برای اینکه اینا معصوم نیستن. یک، راهی هم برای اثبات چنین چیزی نداریم، نه اثبات بکنیم نه تکذیب بکنیم. این دو، ما که تو راهیم، اوائل راهیم، این امکان عقلی را با روایت معتبر یا با آیه باید تطمیم بکنیم که آیا چنین چیزی شده است یا نه، چنین شیء واقع شده است یا نه. اونی که برای ما تو معنی نمیاره دلیل معتبر نقلی است. عقل امکانش اثبات کرده، نقل تثبیت کرده. این فهاهنا امور اربعه، یکی اینکه قرب فرد نوافل را عقلا که امکانش ثابت کردن، نقلا دلیل معتبر به روایت صحیح داری. دو، قرب فرائض عقلا ممکن است ولی نقلا هنوز دلیل پیدا نشده. سه، در جهت خلاف اونا که با شیطنت رابطه دارن، شبیه قرب بعد فرائض رو ما پیدا کردیم، یعنی شیطان شعی شده لسان شیطان، که شیطان با زبان این حرف میزند، او شده چشم شیطان، شیطان با چشم او میبیند. چهار، شبیه قرب نوافل بعد خاص را که این شخص که شیطان بشه لسان او، او رو باید پیدا کنیم. اگر پیدا نشد همون امکانش باقی است. والحمدلله رب العالمین.